تا آپلود میکنی زیاد اینجوری میره بالا و بعد یوهو کرش میکنه. 23 ساله نیستم که سال 2004 مثلا وبلاگ نوشتم که آیا میمونم یا ادامه میدم یا نه. هرچه به این دلار تحت این کانال رو ایجاد کردم به خودم اجازه بدم که دیده بشه. آدمی از استرالیا با من تماس گرفت که خلاصه این پست تو بر من خیلی جالب بود. همه ی همکارا میبینن و فکر میکنن این که حالا مگه فکر کرده چه خبره. اگه یکی از اون ور دنیا فکر میکنه که من حرفی برای گفتن دارم، من باید به قول این آمریکایی‌ها از سر راه خودم برم کنار. این که من چطور جرأت کنم به خودم اجازه بدم که مثلا بگم یه آدمی مثل دکتر کلاغویی ممکنه اشتباه کنه. دوستان سلام، الان ساعت 9:00 شب، من با کوچه‌رو نشستم خدمتتون به خاطر اینکه تازه از سر کار اومدم. توی مسیر رفتن به کار و برگشتن امروز به یه ایده فکر کردم که گفتم با هم انجامش بدیم و اونم اینه که بعد از 2 ماه روی یوتیوب بودم و ساختن 5-6 تا ویدیو، خواستم یه جمع‌بندی بکنم که آیا میمونم یا ادامه میدم یا نه و اهداف کانال چیه. خب سوال اول که مشخصه، تصمیم میگیرم بمونم. حالا برای اونایی که تازه به کانال اومدن یه بک‌گراندی بدم از اینکه ایجاد کانال اصولا برای چی بود. 2 ماه پیش وقتی من کانال رو ایجاد کردم، یکی از اهداف اولیه‌ام این بود که یه پروژه مشترکی بشه با بین من و دختر 11 سالم که شروع کرده و به صفحات مجازی و سوشال مدیا اینا توجه میکنه با اینکه خودش تلفن نداره. و گفتم که یه پروژه مشترکی باشه که سواد رسانه‌ایشو بیشتر بکنه، بفهمه پشت صحنه شبکه‌های مجازی چی می‌گذره و در این حال روبه من میگه که به جای اینکه ما دخالت مستقیم بکنیم، اگه یه پروژه مشترک یا یه کار مشترک تعریف بکنیم، بچه در واقع نصیحت و پیشنهادات ما رو ساده‌تر میپذیره تا اینکه بخوایم فقط بکن نکن بکنیم از خارج از کد. درچه به این دلار تحت این کانال رو ایجاد کردم. نحوه اداره کانالم به این سبده که معمولا مانشا پشت دوربینه، البته الان خوابه، پشت دوربینه و من جلوی دوربین هستم. اول یه چند تا شورت ویدیو درست می‌کرد ولی الان کاملا ترجیح میده که فقط پشت دوربین باشه و قول معروف تکنیکال ساپورت کانال باشه. حالا جمع‌بندی من برای 2 ماه بعد چیه؟ من تو این 2 ماه حدود 5 تا فکر می‌کنم ویدیو درست کردم با اوریج حدوداً 25 تا 30 دقیقه بودن. یه لایو 45 دقیقه هم گذاشتم و میتونم بگم وقت خیلی خیلی زیادی رو صرف کردم به نسبت برای پرورش موضوعات، برای اینکه مخصوصا موضوعاتی بود که خیلی برام مهم بود که درست ادا کنم یا حداقل حق مطلب رو ادا بکنم. و یه مقدارم طول کشید تا به هر حال ادیتور پیدا کنیم برای کانال که کار باهاشون راحت باشه، چون من نه ادیت کردم بلدم و نه اصلا قصد یادگیریشو دارم راستش بخواد. فکر نمی‌کنم حتی استعدادشم داشته باشم. حالا بعد از 2 ماه چرا میخوام ادامه بدم؟ توی این 2 ماه 2 تا جای رشد برای خودم شناسایی کردم که فکر میکنم ادامه دادن این کانال به من خیلی کمک خواهد کرد در این مورد. یکی این که به خودم اجازه بدم که دیده بشه. حالا ممکنه که به نظر شما این خیلی عجیب بیاد، یعنی برای آدمی که خب توی یک کمپانی بزرگی کار میکنه، حالا پوزیشنای خوبی داره، تیم اداره میکنه و به نظر شما آدم موفق میاد و از اون مهمتر حدود تقریبا 20 ساله که تو فضای مجازی مینویسه، یعنی چی که به خودم اجازه دیده شدن بدم. من یه مثال براتون بزنم. 2 سال پیش وقتی که من یه پستی نوشتم توی لینکدین که اونجا از مانشا یه یادداشتی گذاشته بودم که من معمولا هر شب اون موقع ازش میپرسیدم که بهترین قسمت روز چی بود، بدترین قسمت روز چی بود، قسمت معمولی روز چی بود، که یه به هر حال فریمورکی باشه که ما در حیطه اون بچه راحت‌تر بتونیم راجع به روزش صحبت بکنه. و اونجا نوشتم که معمولا من سوال میپرسم، اخیراً که مانشا بزرگ شده بعض وقتا اونم از من میپرسه که حال روزه چطور بود. و من براش از یه پروژه سرکار تعریف کردم که خیلی من میترسم از اون پروژه به خاطر اینکه پروژه خیلی سختیه و نمیدونم چه کار انجام بدم. و اون برای من یه نوت نوشته بود که خلاصش میشد که خلاصه برو انجام بده، برای اینکه تا وقتی انجام ندادی میترسی ولی بعدش you're gonna feel really great about it. و اینو من تو لینکدین نوشتم و بعد از اینکه اینو پست کردم یک آدمی از استرالیا با من تماس گرفت که خلاصه این پست تو برام خیلی جالب بود و بیا برای پادکست من با هم مصاحبه کنیم. تیتر پادکستش بود Success with Purpose. بعد من 2.5 سال از مصاحبه با این آدم فرار میکردم، نه تنها که رد شدم، فرار میکردم از مصاحبه باهاش. و خدایش فکرم پشتش این بود که خب من اینو اگر یه مصاحبه انگلیسی بکنم همه ی همکارا میبینن و فکر کنن این که حالا مگه فکر کرده چه خبره. و الان بعد از 2.5 سال
بعد از یه ماه که از یوتیوب گذشت رفتم و به یارو گفتم که بیا مصاحبه‌مون رو بکنیم و به این نتیجه رسیدم که بابا من 45 سالمه دیگه، اگه یکی از اونور دنیا فکر میکنه که من حرفی برای گفتن دارم، من باید به قول این آمریکایی‌ها از سر راه خودم برم کنار، get out of my own way. و ممکنه که این حرف من خیلی حرف بزرگی نباشه، ولی علاقم اون که فکر میکنه شنیدن داره و 4 نفر آدم دیگه هم ممکنه که فکر کنن که شنیدن داره و به خودم allowing myself to stand up، به خودم اجازه بدم که دیده بشم. این نکته اولیه که به نظر خودم جای روش داره و این کانال خیلی برای من شجاعت میطلبه انجامش، خاطر اینکه وقتی که توی کانال مثل یوتیوب هستین خیلی سرچبل، من مطمئنم که همکارا اینو همه خواهند دید، میدونم که بعضیاشون آلدی میدونن، حالا به توجه به همسرانشون که ایرانی هستن یا هرچی، میدونم که بعضیاشون میدونن و به هر حال این مسئله خیلی ترسناک بوده برای من. یا یه دلیل دیگه که باز دلیل ساختن این ویدیو شد و در میون گذاشتن این مسئله با شما اینه که من داشتم روی پستی کار میکردم برای پست بعدی که راجب مسائل در واقع اسپسیفیک راجب توصیه هایی بود که خانم های شاغل برای برگشتن یا برنگشتن سر کار میگیرن و من طبق مطالعاتی که خودم داشتم و تجربه‌ای که خودم داشتم واقعا قلبا به این نچستم که نصایحی که مثلا آقای دکتر هالاکویی به مادران شاغل میکنن اگر غلط نباشه قطعا کامل نیست و بایاس‌های شخصی افراد وارد نصایحشون شده که الزاماً یعنی ظاهراً بستر علمی داره ولی در واقع نظرهای شخصی افراد هم قاطی شده باهاش و در نتیجه مادرهای شاغل که خب در یه موقعیت خیلی آسیب‌پذیری هم هستن تو زندگیشون بعد از یه جراحی سنگین و زایمان واقعا گیج و مستحصل میشن و این ساختن این ویدیو الان برای من شده بود یه هفته و نیم بار ذهنی که من چطور جرأت کنم به خودم اجازه بدم که مثلا بگم یه آدمی مثل دکتر کلاکویی ممکنه اشتباه کنه، اون با اون همه پلتفرم شناخته شدن و من مثلا خب یه آدم به نسبت کوچکتر از نظر پلتفرم. و باز این برمیگرده به همون که خب من به عنوان مادر تحصیل کرده واقعا باور دارم به چیزی که میگم و حداقل خودم باید اجازه بدم به خودم که بگم و دلایلمو ارائه کنم. درجه این ایده رشدی که به خودم اجازه بدم که دیده بشم یکی بوده. یکی هم که دومین جای رشد کار کردن روی مهارت‌های ارتباطی بوده. حالا اون از چه نظر میگم؟ من 3 تا 4 تا ویدیو آخری که ساختم دیدم هر چقدر زوم می‌زنم با زیر 25 دقیقه نمیتونم ویدیو بسازم. یعنی درسته که به نسبت میتونم مخاطب رو خوب به قول یکی از خواننده‌ها از نقطه A به نقطه B ببرم و مثال بزنم و مطلب رو باز کنم و جمع کنم دوباره مطلب رو. ولی به قول آقای یه پادکست گوش میدادم امروز صبح از آقای ادم گرانت مصاحبه میکرد با آقای کلمن پورت که کتاب کار عمیق رو نوشته و حین صحبتشون یه چیز جالبی که آقای ادم گرانت اشاره کرد به مهارت اینکه آدم دانشش رو توی لقمه های کوچیک ارائه بده و این یه مهارتیه که من فکر کنم در این عصر و دوران مهمه و ممکنه شاید 50 سال پیش مهم نبوده، یه کتاب انقدر نوشتن مهم بوده، ولی با توجه به پلتفرم های ارتباطی و میزان اتنشن اسپنی که آدم ها دارن، دامنه توجهشون، من فکر میکنم این یه مهارت ارتباطی مهمه برای آدم ها. این مفهومش نیست که ما همیشه سطحی صحبت کنیم، ولی اینکه شما بدونین که مهمترین نکته‌ای که میخواید بگین چیه و بقیه رو نگین و به قول هم خودمون کم گوی و گزیده گوی یاد بگیرین، من فکر میکنم این یه مهارت ارتباطی مهمه که این کانال به من این فرصت رو میده که روش کار کنم. پس این 2 تا ایده رشد منه به اضافه اون هدف اولیه که با دخترم داشتم. حالا برای سال 2024 اهدافم چیه؟ علاوه بر این 2 تا دامنه رشدی که برای خودم شخصا در نظر گرفتم و خب شما شاهدش خواهید بود، یک گول دیگه یا یه هدف دیگه که برای خودم تعریف کردم پل ارتباطی بودنه. وقتی شما الان به آمار کانال اگر نگاه بکنه، آمار کانال شنونده هاش آدم های شبیه منه، یعنی حدود بالای 86% مؤنث هستن و فقط تقریبا حتی 7% هم نمیشه، 6.9% زیر 24 سالن، یعنی اکثرشون توی بازه 25 تا 44 هستن و تقریبا بیش از 84% بالای بین 25 تا 44 سن دارن و 86%شون مؤنث هستن. یعنی من تونستم در طی این سالها از حالا وبلاگی که می نوشتم و بعد اینستاگرامی که میشم، در طول این 20 سالی که من در فضای مجازی نوشتم، آدمهایی که جذب مطالب من شدن طبیعتاً آدمهایی هستن شبیه خود من و شاید مثلا از نظر رنج زندگی یکی دو قدم مثلا قبل از
من، ولی همون شبیه من هستن. ولی برای من خیلی مهمه که آقایون با هم صحبت کنیم یا جوانترها صحبت کنن، و فکر میکنم که اگر من بتونم تا آخر امسال این درصدها رو یه مقدار از این جهت بهبود ببخشم و مخاطبان کانال آقایون بیشتر بشن و جوانترها بیشتر بشن، این هدفیه که من برای 2024 یکی از اهداف 2024 هستش. یکی دیگه از اهداف 2024 خب یه هدف عددیه که فکر میکنم اگر کانال به 10,000 سابسکرایبر برسه این رشد خوبی داره کانال. حالا نرسم چیز مهمی نمیشه، ولی من فکر کنم همیشه خوبه که آدم یه هدفی داشته باشه، ولی حالا اگر هم نشد اصلا نمیباشه، آدم اتفاق آزمون به زمین نمیاد. و حالا هدفم یکی از اهداف دیگه هم که برای کانال اینه که یه خورده نورپردازی یاد بگیرم. همونطور که می‌بینین الان شب، این چراغ بالا سر من روشنه و نور خیلی هارش هستش و خوبم نیست، ولی منم بلد نیستم کار دیگه بکنم، با اینکه اینجا الان چراغ گرفتم، یه چراغ ابتدایی گرفتم، ولی اصلا بلد نیستم چه کار باید بکنم که نور بهتر بشه. پس اونم یه هدف دیگه. پس کل ارتباطی باشیم، 10,000 سابسکرپشن داشته باشیم و یه مقدار نورپردازی یاد بگیریم. خب حالا شما به عنوان مخاطب چه انتظار میتونین از من داشته باشین؟ من نشستم فکر کردم که من میخوام وقتی مخاطبم به این کانال میاد چی حس کنه، و میتونم اینو در سه کلمه خلاصه کنم: آرامتر، شفافیت ذهنی و توانمند. یعنی انگلیسیشو بگم چون انگلیسیشو اول فکر کردم: calmer, more clarity and more empowered. و اینو شما باید به من بگید. یعنی من هر ویدیویی که بسازم و هر کانتنتی که اینجا تولید کنم، هدفم اینه که محتوایی باشه که خواننده با اونها آرامتر، حس آرامش بیشتر بکنه، حس کنه یه گوشه‌ای برام یه گرهی از ذهنم باز شد، یا احساس میکنم که اوکی الان دوباره میتونم و برم و تلاش کنم و به کارا برسم. خب اینم قربونه اگه تو فیلم می‌بینی. اینا اهداف منه. حالا و امیدوارم که شما در طول 2024 مرتب به هم فیدبک بدین که چطور دارم عمل میکنم، درباره این که شما چطور راجع به محتوای کانال فکر میکنین و حس میکنین. سوال بعدی، دو تا سوال دیگه هست. سوال بعدی اینه که خب چجوری قراره به این کار برسم؟ ببینید دلم میخواد، یعنی فکر میکنم استراتژی که ما رو موفق خواهد کرد اینه که بذار اول بگم چیکار کنیم بعد زمانبندیشو بگم. هر استراتژی دو تا المان حداقل باید داشته باشه، اینه که چه کار قراره باید بکنیم و بعد چه تایملاینی داریم، و بعد اینو لینک کنه به اهدافی که ذکر شده. من فکر میکنم اگه ما به جای برسیم که هفته یه دونه ویدیو طولانی داشته باشیم و از اون ویدیو طولانی 4 تا ویدیو کوتاه در طول هفته تو بقیه روزهای هفته ریلیز کنیم، این کمک میکنه به اهداف. چرا؟ چون اولا خب یه ویدیو طولانی انگیجمنت کانال رو نگه میداره، و ویدیوهای کوتاه با توجه به آماری که من از پرفورمنس کانال دیدم خیلی جالبه، چون کاملا متفاوت از ویدیوهای لانگ پرفورم میکنن. یعنی ویدیوهای لانگ بیشتر همون آدینس هسته‌ای، شنونده‌های هسته‌ای کانال رو جذب میکنن که خانم‌ها هستن و بین 24 تا 45 سال. برعکس ویدیوهای کوتاه بیشتر آقایون رو جذب میکنن، نمیگم بیشتر از خانم‌ها، ولی خیلی نسبتا نزدیکه، و جوان‌ترها رو جذب میکنن. در نتیجه میتونه با اینکه خیلی از نظر درآمدی که اصلا کمکی نمیکنه به کانال و از نظر ویو هم نسبتاً کمتر، الان حداقل کمتر از ویدیوهای طولانی ویو میگیره، ولی با توجه به اینکه دقیقاً اون آدینسی که من دارم میخواد باهاشون پل ارتباطی برقرار بکنم و بیشتر با هم در ارتباط باشیم رو جذب میکنه، به نظر من این استراتژی خوبی میاد. علاوه بر اون، با توجه به همون هدف ارتباطی که برای خودم چیدم، دلم میخواد که ویدیوها رو طول مدتش رو بیارم زیر 15 دقیقه. یه دلیل این که هم هدف ارتباطی خودمه و هم فکر میکنم که برای کانال بهتره، چون وقتی شما اوریج طول مدتی رو که مخاطب ویدیوها رو نگاه کرده میبینید حدود بین 9 تا 10 دقیقه است. یعنی صبر و تحمل خواننده بیننده همون قدر. حالا من چون سالها نوشتم این میگم خواننده، ولی صبر و تحمل بیننده همون حدود 10-15 دقیقه است. حالا اگه 15 دقیقه باشه احتمالا یه خورده دیگه هم صبوری به خرج میده، به همه ویدیو رو میبینه، ولی دیگه بیشترش 15 دقیقه رو من فکر نمیکنم توی نشست ببینه حداقل. پس همینش این دوتا المان. حالا این المان وات که چه کار میخوایم بکنیم، ولی تایملاینش هم مهمه. خب من کار فول تایم دارم، بچه دارم، خانواده دارم مثل اکثر شما،
کارهای مختلف دارم، شبم خب نمیتونم بیام از سر کار با کوچه‌ها رو بشینم ویدیو ضبط کنم. نشه من فکر میکنم که تا آخر سه ماهه دوم سال، یعنی تا اول جون 2024 اگر من بتونم به این دو هدف برسم، به اینکه بتونم هفته اول اصلا بتونم هفته یه ویدیو تولید کنم، بعد ویدیو کوتاه باشه که برای من چالشش بیشتر از ویدیو طولانی تولید کردنه، برای اینکه من الان مثلا برای ویدیو بعدی 4 صفحه نوشتم که چی میخوام بگم، بعد اون 4 صفحه رو بعد بکنم 2 صفحه، یعنی بتونم ویدیو کوتاه تولید بکنم. و خب اگه بتونم من این دو کارو بکنم، ادیتور خوبی که داریم الان میدونم که اون 4 تا ویدیو کوتاه رو میتونن برسونن. و بعد نهایت آخرین کاری هم که میکنیم اینه که برای مخاطبایی که داخل ایران هستن، ویدیوهایی که خوبه میذاریم به عنوان پادکست صوتی توی لینک پادکست، که اونها به هر حال هم مخاطبین ایران براشون کل ارتباطی راحت تری باشه و همین که من بتونم دسترسی به مخاطبای بیشتری هم داشته باشم. خب حالا همه اینا رو گفتیم، چالش‌های اصلی که برای من خواهد بود چیه؟ اولش ترسه. به نظر من همونطور که اولم گفتم، میزان اکسپوژری که توی یوتیوب آدم میگیره و دیده شدنی که توی یوتیوب هست خیلی ترسناکه و برای من قطعا چالش آفرین خواهد بود، مخصوصا این که باید تنظیم کنم که چی رو میخوام بگم و چی رو نمیخوام بگم. من 23 ساله نیستم که سال 2004 مثلا وبلاگ نوشتم. آدم وقتی 23 سالشه اولا خیلی پرایوسی، خیلی نکات پرایوت تو زندگیش نداره، مثلا که وقتی ازدواج کردی، بچه داری، یه مسئولیت‌های بیشتری سر کار داری، خیلی چیزایی هست که متعلق به فضای مجازی نیست. در نتیجه خیلی باید دقت کنم که چی رو میگم و چی رو نمیگم، چی رو راحتم که بگم و در این حال به قول معروف حقیقت وجودم رو حفظ بکنم، به قول آمریکایی authenticity رو حفظ بکنم. در نتیجه اون ترس و بالانس کردن محتوا برای من چالش آفرین خواهد بود. دومین چیزش حقیقتش سلامت روانی خودمه در مقابل مواجهه با الگوریتم یوتیوب. بخاطر اینکه الگوریتم یوتیوب خیلی سخته به نظر من دیل کردن باهاش، بخاطر اینکه دقیقه ای بهتون فیدبک میده. یعنی شما هر پستی یا ویدیو رو که میذارین، الگوریتم یوتیوب دو تا قسمت داره. اولین قسمتش قسمت اکسپلوره، که اکتشاف میکنه، میاد ویدیو شما رو به یه گروهی نشون میده که حالا مثلا اوایل کانال وقتی نمیدونه گروه مخاطبین شما دقیقاً کی هستن، این گروه رندومو خیلی خوب انتخاب نمیکنه. بعد مثلا اگه این پرفورمنس ویدیوی شما توی این گروه رندوم کوچولو خوب باشه، مثلا اونا شیر کنن یا همشو نگاه بکنن، لایک بذارن، کامنت بذارن، میگه آه این به نظر میاد ویدیو خوبیه و مخاطب به این ویدیو علاقه داره. درچه فقط فاز دوم میشه که اکسپلویت هستش، که بهره برداری از ویدیو هست. درچه شروع میکنه اینو به عده زیادی نشون دادن که بتونه از خوب بودن ویدیو بهره برداری کنه و تبلیغ نشونه مردم بده. و درچه شما به عنوان یوتیوبر چیزی که میبینین اینه که شما ویدیوتون تا آپلود میکنین زیاد اینجوری میره بالا و بعد یهو کرش میکنه و واقعا ساعتی 10 بار شما احساس میکنین که ریجکت شدین، برای اینکه این میره بالا میاد، برای اینکه چون با دقیقه نشون میده که الان ویدیو رفت بالا، الان ویدیو رفت پایین. در چه من خودم میدونم که کپاسیتی ذهنی و ظرفیت ذهنی و روانی برای مواجه با یه همچه الگوریتمی پایینه و امیدوارم که خیلی زود بتونم از این رولر کوسترش در بیام و نگاه نکنم. خب آخرین چیز هم اینه که شما چجوری میتونید کمک کنین. اولا که آنلاین هرچه انگیج‌تر باشین، به من بیشتر فیدبک بدین. الان که اهداف کانال رو میدونین، معیارهای ارزیابی رو میدونین و میدونین من میخوام به چی برسم، هرچه بیشتر به فیدبک بدین که چطور دارم عمل میکنم خیلی ممنون میشم و هرچه هم به رشد کانال کمک کنین اونم بسیار بسیار کمک میکنه. خیلی هم ممنون از اینکه همراهین و امیدوارم که سال خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. الان هم شب عیده، اینجا ما تو زندگی همون 2 بار سال نو میشه، ولی 20 روز تا سال نو مونده یا 15 روز تا سال نو ایران مونده و امیدوارم سال خوبی رو در کنار هم 2024 داشته باشیم که به قول معروف ره دراز است و من نو سفرم. خیلی ممنون.